treat me like YGs. Don't get me dirty. Love, love, love on me. Love, love on me. سلام همگی، اسم من رضا و یادتونه چند وقت پیش پلی‌استیشن معرفی کرد که قراره یه ورژن اسلیم از PS5 رو بسازه و بده بیرون و گفتش کسایی که نسخه دیجیتال این کنسول رو بخرن که by the way فارسیش میشه در ضمن اونقدرم کوچیکتر از حالت عادی PS5 نیست، واقعا نیست. نه اونقدر کوچیکتره، نه اونقدر وزنش کمتره، ولی گفتش کسایی که نسخه دیجیتال این کنسول رو بخرن میتونن دیسک درایوش هم جدا بخرن که مثلا کنسولشون رو تبدیل به CD خور بکنن. ولی یه شایعه این هفته اومد بیرون که مثلا موقعی که شما میخوای این درایو دیسک سخت افزاری رو روی کنسولتون که مثلا نسخه دیجیتالش باشه نصب کنید، نیاز به اینترنت همیشه دارید که مثلا تاییدش کنه که این دیسک اصلیه، آثنتیکیتش کنه، نمیدونم یه هم چیزی. ولی سونی هنوز اینو نه تایید کرده نه تکذیب کرده. اوکی، یه خبر که مطمئنم واسه هیچ کدومتون مهم نیست ولی واسه دل من خیلی مهمه. کامان، بذارید حداقل یه اخبار دلی بهتون بگم. این هفته نمیدونم حالا دیدین یا نه، واسه بازی بتمن آرکام نایت که یه بازی واسه 2015، یعنی واسه 8 سال پیشه، یه اسکین جدید اومد، یه آپدیت با یه اسکین جدید اومد که اونم اسکین فیلم بتمن 2022، فیلم مورد علاقه من. کامان دیگه اینو باید بدونید تا الان. و خیلی خوشگله. یه ذره نمیدونم، بتمن لاغر احساس میکنم به بدن کاراکتر بتمن تو بازی آرکام نایت اونقدری مچ نیست، ولی به نظرم خیلی خوبه. طرفدارا خیلی مدت بود اینو میخواستن، فکر کنم تا جایی که حتی خودشون هم این اسکین رو ماد کرده بودن توی بازی، ولی گفتن احتمالاً قرار نیست هیچ وقت اتفاق بیفته چون بازی قدیمیه، چرا باید اصلا یه آپدیت جدید واسه بازی 2015 بدن. ولی نه، این هفته یه سری عکس و ویدیو اومد بیرون که قراره این آپدیت بیاد بیرون واسه بازی، هرچند که این اسکین سریع کشیده شد بیرون از اپیک استور، چون یه لحظه اومد تو اپیک استور میتونستی دانلودش کنی، بعد کشیدنش بیرون. احتمالاً واسه اینه که میخوان با اون ریلیس سگانه بتمن تو نینتندو سویچ اینم بدن بیرون، شاید ما نسخه 60 FPS این بازی هم بگیریم همون موقع که این اسکین اومد بیرون. ولی یه چیزی که عجیبه، مثلا فقط از نسخه اپیک استور این بازی میتونید این اسکینو بگیرید که نه چی بگم. این هفته بازی سیتی اسکایلاین 2 اومد بیرون که یکی از بدترین لانچ های تاریخ خدا روی PC، مثلا که یعنی حتی یه کامپیوتر قول هم داشتید مثلا نهایت 20 FPS بهتون میداد و طرفدارات قاعدتا خیلی شاکی بودن. یه ذره که مثلا نگاه کردن توی بازی رو ببینن ممکنه دلیلش چی باشه، اوکی، این بازی قاعدتا یه بازی شهرسازیه و کاراکترهای خیلی فسقلی آدمی وجود داره و وقتی زوم کردن رو اونا دیدن که این NPC هایی که اصلا حتی نمیتونی تو حالت عادی تو بازی روشون زوم کنی، انقدر روشون کار شده، مثلا حتی دندون هم دارن، که این یکی از چیزایی که ممکنه روی اپتیمایزیشن و بهینه‌سازی این بازی تاثیر زیادی بذاره، چون اون یه چیزیه که شما هیچ وقت نمیبینیش و لازم نیست ببینیش، پس لازم نیست این وزن اضافی و بازی تحمل کنه. ولی در کل آره، بهینه‌سازی این بازی میزنه که خیلی افتضاحه، سر همین همه ناراحتن از دستش. این هفته اولین تریلر گیم پلی بازی اون ریمیک متال گیر سالید سنیک ایتر رو داشتیم. من از همون اول که تریلرش اومد واقعا منتظرش بودم، چون اگه بشناسید سری متال گیر معروفه واسه مخفی کاری، واسه گیم پلی استلت داشتم، منم عاشق استلتم، یعنی مکانیزم مورد علاقم تو همه بازی هاست. اینم دقیقا بازی مخفی کاریه. تا اونجایی که دیدیم به نظر خوب میاد، یعنی تک داون ها خوبه، انوایرمنت خوبه، هرچند من هنوزم سر یه چیزی واقعا گیجم، اونم اینه که گفتن اصلا نمیخوان هیچ وایس لاین جدیدی به بازی اضافه کنن، همه وایس لاین ها قراره از بازی اورجینال گرفته بشه، هیچی قراره اضافه بشه. یه ذره عجیبه، یعنی نمیدونم، میدونی تو ذهن من این شکلیه که مثلا اوکی، متال گیر سالید 3 یکی از اون بازی قدیمی هاست، پس چرا همون کاری که مثلا ما با رزیدنت اویل 2 نکردیم و باهاش بکنیم، کامل ریمیکش کنیم، ریمیک جدید که واسه این دور زمونه به قول معروف یه جورایی به درد بخوره. نمیدونم، ولی اگه گیم پلی مخفی کاریش خوب باشه من راضیم. اوکی، خیلی خوش اومدیم به بخش اخبار کوتاه گیمری ما شو، بریم سراغ اخبار کوتاه این هفتمون. شرکت اینسامنیاک تایید کرد که اون بازی وولورینی که قراره بسازه تو همین جهان بازی اسپایدرمن قراره باشه، دنیای 1048.
و بازی مورتال کمبت 1 نمیدونم چرا به یه دلیلی یه فیتالیتی داشت با تم هالووین که قیمتش 12 دلار بود واسه فروش، که روزش همه رو عصبانی کرده بود. همه داشتن میپرسیدن که چرا توی بازی 70 دلاری باید یه مایکرو ترانزکشن 11 12 دلاری اضافه باشه. و این هفته هم الان وی که دو بالاخره اومد بیرون هیچ مشکلی نداشت، همه چی عالی بود و اصلا نمره ها سرود روف بود واقعا. اوکی ما میدونستیم بازی قرار خوب باشه ولی نه دیگه اینقدر. 91 رو پی سی، 89 رو پلی استیشن، واقعا بازی محشر، هیچ مشکل پرفورمنس و بهینه‌سازی ازش نشنیدیم. پس اگه سیستمتون میکشه که ناراحت به طور ناراحت کننده احتمالا 90% نکشه، ولی اگه میکشه برید بازیش کنید. اوکی، این اخبار این هفته هم بودن، امیدوارم لذت برده باشید. من رضا بودم از گیمریما، خدا نگهدار. داشت یادم این برای شماست؟ این رو به شما میدادم؟ نه یس I'm hungry bitch. Let me eat that ass.